سلام دوستان من علی رضا هستم از چنل ایتی فیتنس توی این ویدیو بریم سراغ بدل کریس و چند تا خبر جدید از آرنود کلاسیک 2023 احتمال زیاد شما هم این ویدیو رو با تیتر کریس نپال دیدید این ویدیو چند روزیه که به شکل میلیونی معروف شده و واقعا هم میتونم بگم که اگر بدن رو فاکتور بگیریم توی بعضی از زاویا چهره این شخص خیلی شبیه به کریس از سال 2019 که کریس پامپرد با, با سیبیل و بعد از اون هم با استایل خاص موهای خودش روی استیج مثل اولمپیا اومد، تقریبا درصد زیادی از بدنسازان کلاسیکی سعی کردن که با تقلید از اون این ظاهر رو روی استیج بیارن، اما مثل اینکه ایشون کلا میخواسته شبیه کریس بشه و واقعا هم موفق بوده و این ویدیو به دست خود کریس هم رسیده و اون توی استوری نوشته که تا الان میلیون ها بار من رو زیر این ویدیو تک کردین و آره دیدمش فوق است قسمت فان ماجرا اینجاست که چند تا از پیج های بدنسازی این ویدیو رو به صورت قبل و بعد کریس کار کردن برای مثال نوشته بودن کریس قبل از کراتین و بعد از کراتین در کل مسئله خیلی جالبی بود که ارزش داشتی این ویدیو بهش بپردازیم توی قسمت دوم این ویدیو هم بریم این مسابقه بزرگ آرنولد کلاسیکی که حدود 35 روز دیگه قرار هست برگزار بشه برای دوستانی که اطلاع ندارن اینو بگم که تیم ما قرار هست این مسابقه رو به صورت لایف با گزارش فارسی پخش کنه پس حتما چنل یوتیوب و پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنید خیلی خوب بریم سراغ آپدیت‌های این مسابقه توی قسمت اول این ویدیو به این نیک واکر نیک الان جدی ترین مدعی این مسابقه برای قهرمانی و کسب جایزه 300 هزار دلاری محسوب میشه اون چند تا پست جدید از آپدیت بدنی خودش منتشر کرده که جالب اینجاست که این فیگور یکی از فیگورهای جمعی است که اون هیچ روی استیج مستر المپیا انجام نداده هیچ بعید نیست که روی استاج آرنولد اون این پوز رو انجام بده جالبه که نیک واکر توی کپشن این پست نوشته که وقتشه که یکم توی بالاتنه پررکتر بشم اما خب اون الان خیلی خوب و کامل به نظر میرسه مخصوصا توی این مقطع که حدود پنج هفته تا آرنولد کلاسیک فاصله داریم بدن اون کاملا ازولانی و حتی بالاتنه پررگ و ریشه دیده میشه و کلا همه چیز اون سر برنامه است و به نظر میاد که اون واقعا برای برنده شدن داره میاد خیلی ها معتقدن که نیک واکر شانس اول قهرمانی آرنولد کلاسیک محسوب میشه اما یکی از مخالفین بزرگ این عقیده باب چیکریلو موجی معروف مست اولمپیاس که در مورد سامسون گفته که اون بهترین فیزیک بدنی رو بین همه بدنسازان آرنولد کلاسیک داره و اگر شما بدنسازی رو بشناسید باید بدونید که سامسون شیپ تناسب تقارن و حجم عضلانی رو و همه اینها رو داره جالبه که باب گفته اگر سامسون دادا و نیک واکر هر دو با 100 درصد خودشون روی استیج آرنولد کلاسیک آی بیان سامسون نیک رو ده بار میتونه شکست بده قضاوت کردن در این مورد راحت نیست اما نظر شخصی من اینه که اگر واقعا هر دو نفر با 100 درصد خودشون بیان هنوزم نیک واکر میتونه سامسون رو شکست بده و سامسون نیاز داره تا عضلات خودش رو پخته‌تر و وزن خوردهتر کنه شاید امسال نه اما سال‌های آینده دقیقا صحبت های باب میتونه درست باشه و سمسون برای همه و حتی تاج و تخت قهرمانی هادی چوپان تهدید محسوب بشه تو چند تا ویدیو قبلی هم جدیدترین آپدیت بدنی سمسون رو کار کردن و اون واقعا تحسین برانگیز و کامل دیده میشد و دقیقا پتانسیل های یک قهرمان مستر المپی و آرنولد کلاسیک شدن رو داره شیپ بدنی فوق زیبا عضلات گرد و حجیم و مهمترین چیزی که همه اینها رو با هم ست کرده کمر باریکی است که باعث شده زیبایی اون رو چند برابر کنه توی مثل المپیا یکی از اصلی ترین ایرادات سامسون کات و جزئیات عضلات بود و اگر بخوایم در مقایسه با نیک باکر رو حساب کنیم بیشتر چیزی که سامسون در حال حاضر نیاز داره کار کردن روی جزئیات شکم و میانتنه خودش هست که توی بعضی فیگورها مثل لت از جلو جزئیات و کات شکم اون از بین میره و این یکم ظاهر کارو خراب میکنه این هم یکی دیگه از جدیدترین آپدیت های نیک هست که توی حالت ریلکس خودش یک بدن کاملا پر و عضلانی رو به نمایش گذاشته کلا جالب ترین چیزی که امسال از نیک باکر دیدیم این بود که اون بلافاصله بعد از مس اولمپیا تمرینات خودش و رژیم خودش رو شروع کرد و این به شدت جالب و تحسین برانگیز بود و نشون میده که چقدر این آدم برای قهرمان شدن انگیزه داره روی استیج آنات کلاسیک دو قهرمان سابقه این مسابقه وجود داره یکی خود نیک باکر هست که سال 2021 قهرمان شد و یکی هم ویدیان که دو بار سابقه قهرمانی این استیج رو توی کارنامه خودش داره نکته جالب اینجاست که اگر بحث مقایسه و نیک رو در نظر بگیریم با توجه به فاصله ده هفته ای المپیا و آرنولد کلاسیک به نظر میاد که سامسون داده شانس خیلی بیشتری رو برای تغییر کردن توی این ده هفته داره نیک واکر روی استیج مس اولمپیا کامل و بینقص بود و در نهایت سوم شد اما این سمسون بود که تنها ایراد اون کات بدنی بود پس میشه پیش بینی کرد که قرار هست روی استیج آرنود کلاسیک سمسون رو کات تر و با جزئیات بدنی بیشتری ببینیم و این نشون میده که چقدر میتونه خطرناک باشه این بود از این ویدیو و جای اخبار و اتفاقات دنیای بدنسازی مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید حتما برای اطلاع از جای اخبار دنیای بدنسازی کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید اسپانسر ما هم برند مکملی ایوژن آمریکاست که شما میتونید با کد تخفیف امیر آنلاین فلکس از سایت اصلی ایوژن با 10 درصد تخفیف خرید کنید.